این اتاق بهتره، اون بالاییه ویوی گوجه ایفل نداره. برعکسش کن. این بچه ها دیگه ریکس از این بزرگ. این دیگه ته سوشی یه تیکه ماهی خام. سلام، من اصلم، منم نیما، به کانال اصلی ما خیلی 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 خوش اومدید. به ادامه داستان مهاجرت، قسمت قبلی رسیدیم به پاریس و ما چجوری اومدیم تو پاریس و پلیس ما رو ول کرد و داستانای تو پاریس چی بود، تا کجاشو گفتیم، تا اونجایی که رفتیم شانزلیزه و بعد رفتیم برج ایفل رو خبر تلخی دریافت کردیم. دیگه از اونجا به بعد پاریس برای من شد زهرمار، یعنی انگار منو چه میدونم هنوز برج ایفل رو واقعا هضم نکردم. یعنی دقیقا کجا بهتون بگم، اونجایی که گیت ورودی رو رد کردیم وارد محوطه شدیم، مرغابی‌ها رو دیدیم این دیوس زنگ زد، پیام نحس و داد و بذارم شب بشه ببینم. واقعا عجب سازه ای، اصلا انرژی معماری زیبا، واقعا فقط باید از نزدیک این حس رو لمس کنیم. اصلا پله هم دار آقا، اگه پلهش مجانیه پله بریم بالا. آقا بیا بریم، من پله رو دیدم با چشم، اون هم آلم ها رو پله. جان گفته بودم نیت کردم، نیت صبح هم انجام دادم، الان بخوام تا بالا این برج رو با پله ببرم دارو. این مهم نیست، من که میدونم مجانیه، پول پله کنه ما مخواد برای بشه بریم بالا، پول چیشی بگیری حرام داده. پول نگیرین از ما، خب از پله صعودش کنیم، بریم رو راه روه فیلم بگیم، رو بالکنه، رو اون یکی بالکنه و نک. هیچی، حالا ما هم کلنجارمون به نتیجه نمیرسه. یکی از دوستان، بچه هایی که ویدیوهای ما رو میبینن، بچه های با تجربه تو زمینه مهاجرت هم، بچه ها اونجا کامنت هاشون رو ریپلای بکنین، با هم دیگه تبادل اطلاعاتی داشته باشید. واقعا یه سری از بچه ها هستن یه سری راهنمایی هایی میکنن، یه چیزایی تو کامنت ها میگن، من به خودم میام میبینم چقدر باحال، چقدر جالب میگه. همین که دوستمون هم زیر ویدیو قبلیمون نوشت چرا شما اسکلید، آمریکا اینجوری نیست اونجوریه، اینه که واقعا ما نمیدونستیم چی جوریه، همینقدر اسکلانه، اینه که واقعا نمیدونستیم. یعنی برگشت گفتش که حالا شما دو نفرم بودین میرفتین مثلا برزیل، از برزیل زمینی میرفتین. من در نهایت این تو ذهنم بود، همین برزیل زمینی آمریکا، و خیلی هم دوست داشتم مثلا اینجوری هم بشه، ولی حالا نشد دیگه، نشد به هزار یک دلیل. درس اون تو آلمان بود و الان مشغول فراگیری زبان شیرین آلمانیم. خیلی هم شیرینه، خیلی هم ساده استش، اصلا اینجوری شلوغش نکنه. اینه که برگردیم به فرانسه. توی قسمت قبل ما زیر برج ایفل این خبر خیلی بد به ما رسید و ما یه تصمیم گیری های عجیب غریبی وارد داستانمون شدش، همه چیز رو باید در نظر می گرفتیم و عملا بعد از باخت بزرگی که تو ایران داشتیم، باخت که میگم به خاطر اینکه همه چی شدیم صفر دیگه، همین یه دونه دوربینه موند و ما یه دونه گوشی موند، یعنی اون استدیو و تجهیزات و اینا دیگه به هیچ فرصت دوباره ای نداشتیم که فکر بکنیم، گزینه قبلی رو بررسی بکنیم و گزینه های قبلی رو باید بر الان تصمیم می گرفتیم. یه دوستی داشتم، بفرمایید یه دوستی داشتم گفته شما هر جور اومد بازی کن دیگه نمیتونی نگه داری، باید بازی بکنی. سخت در این حالتش اینجا بود که در این حال که باید روحیت رو حفظ کنی، انرژی مثبتت رو حفظ کنی، انرژی های منفی رو زرفادت زیاد نکنی و تصمیمات بزرگ و مهمی هم بگیری، اینکه کجا بری، چه زبانی یاد بگیری، با چه مردم و چه فرهنگی زندگی کنی، همه اینا. در کنار این که بعد از این که دلیلتون، کیستون توی حالا یه کشوری پذیرفته نمیشه، قانونش اینه که شما رو دیپورت میکنه به کشور قبلی و ما اولین کشوری
که توی اتحادیه اروپا بهش سفر کرده بودیم فرانسه بود. اگه قرار به دیپورتی بود ما رو دیپورت میکردن ارمنستان. یعنی کلن دیگه همه پروژه ها و پروسه ها بگارم. به محض اینکه این آقا برگشت گفت آقا شما یه 10,000 دلار دیگه اضافه باید بدین و همه محاسبات ما به هم ریخت دیگه، یعنی اون بدترین حالت ممکنی نبود که مثلا حالا فرانسه یه کاریش میکنیم یا دیگه اومدیم تو خاک اروپا. اولین چیزی که تو ذهن ما اومد الان برگردیم ارمنستان چجوری ما رو دیپورت میکنن دیگه، برگه خاک ما 7 روزه، 7 روز به ما اجازه دادن خاک فرانسه رو ترک کنیم. تو این 7 روز ما باید چیکار بکنیم؟ زبان هستش یه سری چیزا. ببینیم موقعی که میری توی فاز یه داستانی، اولین چیزی که میتونه حالا توی دنیای جدید به شما یه سیگنال بده اکسپلور اینستاگرامتونه. اونایی که تو فاز مهاجرت رفتن به آلمان بودن بری اکسپلورشون معلومه. ما حتی نمیدونستیم حالا چی میشه، همین هلو سلام خودمون چی میشه. یعنی انقدر من خیلی چیز داشتم به زبان آلمانی. چی میگن؟ گارد. خیلی گارد داشتم. و اینکه یکی از گزینه‌های قوی تو اتحادیه اروپا، یعنی بزرگترین چالش گیم‌های زمینی و سفرهای هوایی رسیدن به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا. چرا؟ چون چفت و بست بین کشورهای اتحادیه اروپا اونقدر نیست. یعنی اگر به مرکز اروپا نزدیک بشی، اینکه از فرانسه بری بلژیک اونقدری کار سختی نیستش که میخوای مثلا بیای وارد یونان بشی، وارد سربستان بشی، برخورد پلیس ها و جریان بلاروس و اون مسیرها اونجوری نیست. از اون فرمت در اومده، از اون فرمت کشورهایی که میری تو جونت میری تو خطر در اومده. و اصلا دوبلین چیه؟ دوبلین قانونیه که میگه شما وقتی به یکی از کشورهای زیر مجموعه اتحادیه اروپا ورود کردی، پس جونت در امنیته. پس اگر رفتی به مبدأ کشور بعدی، اگر مقصد کشور بعدی، اون مقصد کشور بعدی ازت دلیل میخواد چرا تو رسیده بودی به یک کشور امن، پس اینجا چی کار میکن. این الان مثلا کشور فلان با دوبلینی ها نمیگیره، اونایی که مثلا دوبلین اروپا رو دارن الان پذیرش نداره یا اذیت میکنه سر دوبلین، دیپورتی داره. این یه موضوعی بودش که خیلی مهم بود و من اصلا نمیدونستم، ولی نفراتی که بهشون میگفتیم آقا ما اومدیم اینجا، اونا میگفتن، یعنی خودشون کسایی بودن که قبلا مهاجرت کرده بودن، این بحث دوبلین رو هم در نظر میگرفتن و همه جوره سیفترین حالت ممکن آلمانی بود، آلمان بود. انقدر زبانش رو ترس دارم میگم آلمانی بود، بازم به خاطر زبانش مهمه. ببین من مثلا یه ساله شاید تو انگلیس راه میافتادم، میتونستم برم سر یه کاری که تخصص خودمه با زبان انگلیسی، حالا اون لهجهش بریتیش بود، ما امریکایی بود، اینا زیاد مهم نبود. ولی آلمانی واقعا مدارک زبانی که میخوای بگیری، اون سبکی که پیش میبری و اون طرز صحبت کردنش و هجاهاشون خیلی اصلا داستان عجیب غریبیه. رفتیم برای اینکه ببینیم آلمان چه خبره، چه چالشایی تو آلمان داریم، دوبلین تو آلمان چه جوریه، و با چند تا از دوستامون شروع کردیم به صحبت کردن و تحقیق کردن. یه روزی که گذشت دوباره ما تو مرکز شهر بودیم، تصمیم میرفتیم چون از همه چیز دور بود اون مرکز شهره، یعنی عملا فقط سوپرمارکت بود بغلش، تصمیم میرفتیم بیایم این سمتی که برج ایفل و این جاهای دیدنی پاریس هست اونجا بمونیم که یه چند روزی آره. استراحت کنیم بعد از 2 ماه پرفشار که از نظر روانی و جسمی تو فشار بودیم، آخریش هم که آقا داوود زحمتش رو کشید، گفتیم بریم که یه استراحتی کنیم حالا که قراره تو اتحادیه اروپا بمونیم و دیگه هم شاید حالا فعلا نتونیم فرانسه بیاییم. پاریس دیگه خبری نیست، پاریس رو باید دوری بزنیم. آره. یه دلگرمی که به ما میدادن میگفتن که خب خدا رو شکر رسیدی اروپا، ما حالا اصلا هیچی نمیدونیم، یعنی نمیدونیم که تا این فرانسه اومدنه چقدر از مسیر رو گذشته. حالا ما تو فکرمون هنوز آمریکا از بین نرفته، یعنی هنوز تو حسرت آمریکاییم و یه 2-4 تایی داریم که مثلا هیچ جور یعنی نمیشه، یعنی مثلا همین بریم برزیل اونجا مثلا زمینی فلا اینا دیدیم هیچ راهی نداریم. تو اروپا اگر میرفتیم با دوباره مقصد دیگه عوض میکردیم. این بود که دیگه مجبور بودیم توی همین اتحادیه اروپا یه کشور رو مقصد کنیم. و اینکه خیلی حال میداد به نظر من اینکه این اجباره بودش،
یه قدم بزرگ بود دیگه که الان میام میگم مجبور بودیم تو اتحادیه اروپا، چون قبلا واقعا واسه خدا من یه آرزو بودش یه همچین تصمیمی. حالا مونده بودم بین حالا دانمارک و نمیدونم فنلاند و سوئیس. و مهاجر پذیریش خیلی مهمه، یعنی اون تایمی که میخوای ورود بکنی به اروپا باید ببینی کدوم کشور خیلی دراش بازه، خیلی راحتتر به درخواستاتون جواب میده، خیلی مهمه. حتی این چند مدت الان من گفتم جواب تاریخ اینترویو من اومده تو آلمان، خیلی کارا سریع داره پیش میره، بودن نفراتی که 6 ماه 9 ماه 10 ماه 1 سال بودن تا اینترویوشون بیاد. اینه که یه تایمایی داره بسته به شانستون، یه چیز دقیقی نداره. تو اروپای انتخاب بعدیمون شده آلمان که با همه معایب و مزایاش عاقلانه ترین گزینه است. خیلی این که گفتم معایب و مزایا شد، واسه من توی ایران بگم چی میتونه داشته باشه آلمان به جز مزایا، ولی خب سختی داره، یه سختی های زیادی داره، یه استرس هایی داره، هرچی بیشتر از این مهاجرت میگذره بیشتر درکش میکنم. ولی حالا خیالمون راحت شد و قرار بریم آلمان، تا اینجا اوکی شده، گفتیم خب یه سویچ بکنیم بریم به سمت این جای. آره توی پاریس یه دوری بزنیم، چون کمر من به شدت بگیر. بعد از اون اتفاق برج ایفل تو مسیر برگشت کمر آره، سیاتی گرفت و نمیتونستم دیگه برگردم این مسیر رو که برسیم به مترو، از مترو برگردیم مرکز شهر. بچه برج ایفل تو منطقه هفتم پاریسه که 137 سال پیش شروع کردن به ساختنش، 2 سال طول کشید 135 سال این سازه رو ساختن. 137 سال پیش چجوری تا اون بالا تو اینا رو بردی؟ 18380 قطعه است، 2.5 میلیون پیچ توش داره، 2 سال و 2 ماه طول کشیده، 850 نفر توش کار کرده، 10000 تنه که داره جابجا میشه. الان دوربرش نگاه کنید، تصفه مصفه بسته جابجا میشه، 10000 تن آهن رو هم دیگه هست. کمرم گرفته، رگش درد میکنه، اعصابم. بیبی این چراغاشم روشن کردم، خیلی خوشگل یه فیت اینستاگرام گذاشتیمش. بوتیلا بنانیا کش شبش پل چشمه کیله دوستان، چراغاش هم حتی خرابه. به به، درود به بچه های شهرسوار، همشهری عزیز دلم. اینقدر یواش یواش تا مترو رفتیم که ساعت شد 1:30 شب و از مترو جا موندیم. از برج ایفل هم نکردم، این بچه کمرش گرفت، از برج ایفل اینو آوردم تو شانزلیزه، دوباره از تو شانزلیزه اومدیم تا اون ایستگاه قطاره متروه که فکر میکنم مستقیم داشت همونو میگرفتیم. اون هیچی، 4 تا ایستگاه مترو دیگه هم بود، انگار میخوایم بریم ایستگاه ترشت، حتما باید بیایم ارم سبز از اونجا بریم فلان. این همه فرض کن مثلا 8 تا 10 تا ایستگاه مترو رو رفتیم که اومدیم توی این ایستگاه مترو، دیدیم یه مترو از اون ور رفت. حالا دو تا تیک تاکر همون تو هن، آره دو تا تیک تاکر همون تو هن، مست مست نمیتونیم اینا رو حرفالی بکنیم. خلاصه اینا اونا که اونا اومده بودن برای آخرین مترو، آره متوجه نبودن منطقه جامعه، آره مست بودن، بعد داشتن ویدیو میگرفتن، قطار رفت تو ویدیوشون هم هست، خیلی ویدیو با مزه ای هم شد. واسه شروع کردن اینا یه سری مسخره بازی درآوردن، تازه ما گوشی درآوردیم، همه دیوایس های ما 1% 2% شارژ داره. دیدیم چند تا از این چیزای فنی تونل پونل اومدن ما رو گفتن آقا بیا برو بیرون، آقا تعطیله. ما رو بیرون کردن و رفتیم دور میدان آرک و یه نخ سیگار کشیدیم و آسمان خیره شدیم، دیدیم با اونجایی که هستیم 3 ساعت و 40 دقیقه پیاده راه بود. آره این که دیگه اصلا دیگه سیاتی که بچه گرفته و دیگه قابل به راه رفتن نبود، تا همونجا هم 10 کش درگیری پیش اومد تا برسه.
و هر چقدر خدمت شما که آره ما مونده بودیم توی یکی از ایستگاه‌های یکی از ایستگاه‌های اتوبوس رو به این و یه لوکیشن پیاده هم داشتیم، یه خانم سیاه‌پوست خیلی باحالی اومدش اونجا و تو گوشیش یه برنامه داشت، دیوی بود چی بود چک میکردن این اپلیکیشن هاشونو باید تو همون خود فرانسه رفتیم فرانسوی ها ببینیم آلمان مثلا دیویه که میزنه. آره، وسیله نقلیه عمومی که نشستین از یکی بپرسین که اپلیکیشن خلاصه همه هتل های اطراف برج و اینا وایفای دارن و 60%شون وایفاییه که میری فقط یه دونه جیمیل میدی ساین این میکنی میتونی اینترنت داشته باشی. اونجا بهت میگه با اتوبوس چجوری برین و ما چه بدبختی کشیدیم اون شب تا اتوبوس برسیم به اون ایستگاهه. دیش میشد 4 صبح یه دونه بود دو نیمه شب. آره، دو نیمه فکر نمیگرم اون پاریس داد تا صبح شب دیگه. قشنگی موضوع اینجا بود که اتوبوس اومد نشستیم یه 35 دقیقه تو راه بودیم، اما دقیقا جلوی هتل پیاده شد. در باز کرد اون ور خیابون هتل نگه داشت، اون ورش هتل بود. آره، هیچ خبری شانس بود. از این لذت بخشتر برای من تو اون لحظه نبود که تختم رو میتونم از اینجا ببینم. رفتیم اونجا دوباره بیهوش شدیم در هیاهوی آمریکای از دست رفته، جریان‌های سفر قاچاقی، آلمان پیش رو و برج ایفل و فرانسه و پاریسی که نصف کارمون بود. شروع یه روز قشنگ دیگه در پاریس، قبل از کمپ، قبل از استراحت، قبل کمپ دیگه اوج هستیم الان، قرار بریم به بالا و پایین زندگی. الان اینجا اون بالای زندگی صبحانه بعد بریم من ریش میشم و بزنم. 4 بعد از ظهر صبحونه ندارم. صبحونه پلو دیگه، ما استارباکس خوردیم صبحونه دیگه. آره، راست میگه. کروسان و لاته یکی از تفریحات پاریسه که اینم صبح امتحان شده. سلامتی بچه های ایران، سلامتی همین مهاجرین جهان. چه؟ صبحونه هم سفارش بدیم نه؟ انتخاب چی شد؟ پلاو. چی؟ برنج. برنج. اینا دوتا پلو داره بچه ها، یک کدومش پلو استنبولی پلو داره. ما دیشب دیر رسیدیم از برج ایفل، داشتن درهای مترو رو میبستن دیگه، همه رفته بودن قضا رو میبستن. استنبولی مسیح یه غذای دیگه همون هم بودم بزنی هم بود برده بود. قرار اول بیاره اصلا ولی شبیه اون چیزی که تو عکس بود نیست، سیاهه، اونجا زرد بود، بلند بود. حتی غذا همون هم اشتباهه. این برای شما تو مالی نگه بوست نمیشه. نظر به تو غذا چیه؟ خیلی طعم جدیدیه واقعا. پلو مرغ قشنگ تو غذا ایرانی یکم ادویه هاش فرق میکنه، جالبه. مزه است، خیلی مزه است. کم تب کردم اصلا، حال مالم بده، بیماری پوستی گرفتم. بریم ببینیم ناخونگیر پیدا میکنیم. ناخونگیر رو با یه قهوه چیزی بگیریم بریم بشینیم ببینیم باید چی کار بکنیم. هتل استراحت کنیم، امروز روز استراحته. خیلی زود خشم. خب بارون پاریس. بچه اومدیم چایی خوردیم، من الان هم یه پاستا سفارش دادیم ببینیم پاستا تو
فرانسه اصلش چجوریه؟ من مثل صادق هدایت خدا بیامرز تو فرانسه حالم خرابه، خدا لعنت کنه. بزارالله هرچیه دوست دارم. تعریف میکنیم براتون همه چیو. خوشمزه است؟ داغه. یه قدم میزنیم یه پیاده روی کنیم بعد از غذا. ساعت حدودا 10-11 شب، تازه داره غروب میشه. عجیبه با هوای پاریس. تا صبح شبه، نه تا شب صبح. تا 11 ساعت 10:30 تازه حس غروب به دست میده. جالبه. ولی یک میبندن، من فکر نمیکردم. آره ساعت از اون طرف هم شب زود میبندن، خاموش میشه. میگن شبای پاریس مثل رشت تا صبح روشنه. رشت از پاریس پاریس تر هم میگن باشه. دنبال یه سوشی فروشی بودم که پیدا کردم. سوشی فروشی اورجینال ژاپن، چین، کره، نمیدونم سوشی برای کجاست. عمویا خودشون اورجینالن. اورجینال چینی ژاپنی ان. از ایناش معلومه. ها؟ 12 یورو. مثلا اون 20 یورویی که تو فروشگاه خوردیم فکر کنم یک سوم بوده. اون نه این دونه چقدره؟ آه الان کلوز بود، بسته بودن دیدی؟ بعد به ما یه منو داد گفت بریم با خیال راحت اینا رو بررسی کنید. فردا بیاین هر چی عشقتون میکشه. سوشی فروشی اورجینال اصلا دنبال این بودن. خودشون هم اصلا اصل چینی بودن. بچه غذا ترکی هم پیدا کردن. آرزوهاش میرسه این بچه. به همه خواسته ها هم برمیرسه. کوکروش غذا ترکی دونر. ترکی هم بلد هم؟ آره دیگه باید قاعدتا بلد باشیم. کوکروش دونر بزن 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 بازی چه تروسه بیایی که پیدا کنه در که تو ترکی کوکروش بای؟ دورت میشه چند؟ خب بچه ها، سه روز تو این هتل بودیم، یه سری تصمیمات گرفتیم، مثل مرده های متحرک به این هتل اومدیم، استراحت کردیم. واقعا ممنونیم از این هتل و میریم چک اوت میکنیم، بریم یه هتل دیگه نزدیک شانزلیزه و برج ایفل پیدا کنیم. قراره دوباره بریم کمپ. بچه بریم ببینیم به کجا میرسیم. خب بچه ها اومدیم سوشی فروشی که دیشب پیدا کرده بودیم. من دیشب زدم میکنم رنگ رو گرفتم. چی پستیک های با کلاس داره. اورجینال چینی. اورجینال چینیه؟ نمیدونم اگه خلاصه برای همون آسیای شرقیه. چی داره؟ مگنت داره؟ اورنجی میچسبه به آخر. قبلا اینکه چوب بود تا کشورهای غربی میشوندی؟ نه اصلا چه پستیک واقعیه. اینا رو نمیشه برد؟ اینا رو ازش بپرس. درست من اینا رو میشه برم. من اینا رو دوست داشتم. کمپ نیاز دارم. گفتم بهشون بگو. بهشون بگو ما غذاهای شما رو خیلی دوست داریم. ما از شمال مازندران اومدیم. اول بخوریم. ماهی خوریم. خب این منیوشه. بعد اینکه این خیلی خوشمزه بود، توی ترمینال خوردم اینو حال کردم. بعد یه سری اینا رو من تا حال تجربه نداشتم. اینا چی هم؟ سبداش هم؟ آره من میگم یه دونه این کشتی ها بگیریم. کشتی؟ ببین تو کشتی چی ها داره؟ ببین از اینا داره، از اینا داره، کباب داره کنارش. کباب هم داره؟ آره دیگه اینا داره. 8 سیخ کباب داره. جالبه. باشه.
مخلفاتشه، یه سری غذا داره، برنج میریزه روش، اینا رو میریزه، یه نوع غذاش اینه. ماهیایی که استفاده میشه رد مارتینی، یه دونه سالارد هم آورد کنارش. اونم به چه منظوره؟ رد مارتینی، بزن ببینیم رد مارتینی چیه. رد مارتینی رو اولین بار استفاده کردیم. آره آره ببین. اما نخوردیم تا با. حالا فکر نکنین الان ما غروب به غروب رد مارتینی میزدیم الان میخوایم مقایسه کنیم، نه. تو از این کشتی ها غذا سفرش داریم، هم کبابشونه هم غیر کبابشون، سوشیشون. ببینیم چی میارن چیکار میکنم. من یه استرس دارم ببینم کدوم یکی رو برمیداره. کشتی بزرگه رو باید برداره. خانواده هست دیگه، نهایتا خیلی حال بده دوگومی رو برمیداره. نمیدونم امتحان کنم ببینم چه تستی کنم. نیست ولی راحت تره کار باش. آره خیلی راحت تره به خاطر سنگینی اون دسته است. بهش بگم من اینو میبرم. آره لازم هم میشه. من میرم جای دیگه اگه حرفه‌ای نیستم مثل شما خوب نیستم اذیت میشم. میشه امو با تو هم و امو ایشانو نگوتی ممو هستم بره سالاردم، حتی من نگفته بودم. نکنه مزه مارتینیه. با همین میخورن؟ آره دیگه قاشقشو دیگه بعد مدت ها یه جا برات قاشق گذاشتن. اونم میگی با این میخورن؟ نه با این بخور. این چیه سفیده؟ یه چیزی شبیه چربیه. تعبندی قبل سوشیه. ولی این آب آب کله باشه. اوکی. آرتینی. اولش میخوره خیلی شیرین. اوکی. یکم طعم شربت معده میده یه ذره. آخرش میره. طعم شربت کودکی. مزه به کنتلکس و اینا میده. بعد الکل میزنه تو در باد کباب کنارش بشه کباب رو بعدش بخوره. بعد مزه لازم داره. بچه ها کشتی داره آماده میشه بیاد. داره کشتی داره میچینه. کشتی رو داره میچینه. کباب رو یه بیاد. کشتی اومد. واو تتم. نه سایزشو دوست دارم. سایزشو میپسندیم. اولین باری که قرار سوشی سیر بشه. حسابی بود سیر سوشی شد. جینجر احتمالا سس سویا شیرین. آره این اصلا خیلی شیرینه، اصلا اصله. سس سویا تندش خوشمزه. این اونقدر اصلا تند نیست. بریزم بر جفتشو. میگوه این؟ آره آره بریزم بر جفتشو. آره آره این شیرینه. اصلا در بوده. ولی سوشی رو حتما امتحان کنین، ازش نترسین، خوشمزه است. این بچه ها دیگه ریکس از این بزرگ. این دیگه ته سوشی یه تیکه ماهی خام واقعیه. واقعا من تا حالا این سوشی رو نخوردم. اینه رو چرا ندیدیم ما اون تو؟ بیشتر سویا سس بزن. بذار بره پایین حتی. واقعا مثل کالباسه. چه جالب و عجیب. گوشتاش رسید. کباب داشت. سیر می شدن. سیر شدیم. اینا رو چجوری می خورن؟ این؟ نه این. این چیه؟ چربی مربیه. پنیره؟ خیلی شیرینش میکنم. من نمیخوام. دوستش ندارم. آقا دوستش ندارم. جالبه این کوفتش هم
آه همش همونه برای شیر شیرینه. بزنیم توی خوبه بچه ها، ما تو همینجا تونستیم اینا رو به اتمام برسونیم. اینا دیگه خیلی خام بودن، ما امروز خامخاریمون تکمیل شده بود، دیگه نخوردیم، داریم میریم. بزن بریم به هتل بعدیمون، بزن بریم از اینجا، از آسیای شرقی بچه ها اومدیم به پاریس استانبول، از پاریس تا استانبول. برای اینکه چای پیدا کنیم، ببینم عمو آرکاداش برامون چایی داره، انشالله که چایی هم داشته باشه. دیشب یه باقلوای خفن داشت، یعنی حرف استانبول بود، باشه پاریس استانبول حقش بود، باقلوایی که دیشب من خوردم. ببینیم انشالله چایی هم بار. چون اصلا میگن بعد سوشی چای میچسبه، اونم چایی های ترکی لیمان کمرباری. اینجا اصلا خاص استانبوله، بعد دونر داره، چایی داره، باقلوا خوش داره، خیلی 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 بزنید توش هم بزنید. بعد امکان نداره یه دونه چایی بخوری با این استکان، حتما دوتا چایی رو بزنید. باقلوا رو بعد از مرگ سهراب میاره، برای چایی دوم برای باقلوا دیگه. من چایی بزنم دوتا، اینو میخوری که یکم آروم. ابو رسید خودش بفهمه باید با باقلوا چایی بیاره. میاد دوباره میدونه استکان خالی. کونه شکراش پاره کردن بلاگ ریس یوتیوب بلاگ یوتیوب؟ یا یوتیوب مرحبا خوش کردنیز شکر دید سیده بکتریز کورسو کلن یوتیوب باز هم دوستشون دارم. آره شکستن این باقلوا رو ببین. ما درام کرده من خوبه. بچه ها اینجا پاریستان بود، این محله رو اتوبوس نوشته. به به همه نجات های مختلف رو میبینیم. رسیدیم به متروی که میرسه به میدان آرک. این بار ریاکشن نیما رو خواهیم داشت. بچه ها پک ناخونگی رو اینا ما توی ارمنستان از دست دادم، انداختمش سطل آشغال. عوضش اینجا یه دونه پک پاریسی گرفتم، چه یادگاری خفن و خوشگلیه. و اینک این شما و سپس میدان آرک. الان بعدها
بریم ته شانزلیزه. آدیداس سوئیس یه سویچ یه نب برند ریخته آدیداس به چشم میمیاد نهد برند ها هر برند که اسمشه بلدی اینجا هست و 80% برند ها اسمشن بلدی برای برندن که اینجا هست. ایرانی غیور میخوام بگم اینجا شما ایفل میفل داری؟ جالبه که هنوز ما میلاد داشتیم اون کدی که توی دنیا میشناسن هواپیمای ایرانو امپایر آف پهلویه، پادشاهی پهلوی یا امپایر آف پرشیان، پادشاهی پارس. تخت جمشید داره. اومدیم این بر دنبال هتل روبه برج ایفل. بچه ها با هم دیگه قدم بزنیم خیابونای پاریس رو ببینیم عشق کنیم. شما با ما قدم بزنیم و تصور کن که اینجا میاییم. مطمئن باش دیویس شیش اینجا توضیح نمیدی کجای کدوم کلیسایه؟ والا من هنوز اونگه اطلاعات هم در باره کلیسه ها زیاد نشد. کلیسه رو بروی نمایده بروگاریه قسمت غربیه شانزلیزه به سمت برج ایفل که این دقیقه ها نمیدونم. اومدیم به نمایده بنتلی از 167,000 یورو هست تا رو بادم. ولی تو ماشین شاسی کادیلاک اسکالی وای کادیلاک اسکالی واقعا وای وای. کل چقدر شد کل شهرسواره؟ شهرسواری ها میدونن چی میگم این چشم گیله میمونه. اول از اداره پست تا سفارت هر جا ویو خوب داره خیلی میشیم داخل. هر جا سرسبزی میگه بریم تو. رو به برج باشه سرسبز باشه مؤلفه ما. ویو برج ایفل با نمای پل شهرسوار. فکر نمی کردم کنار چشم کیله یه دوز ایفل رو ببینم. خب از این سمت پل بریم اون سمت شهر. گفتن که اون بر هتل ها ویوهاش بهتره به برج. اینم پل جان بازانه بکنم.